رئیس معرف هرات در پیوند به اعتصاب کاری کارمندانش عوامل پشت پرده این اعتصاب را افشا کرد. روح الله ازهد از چند فرد مشخص نام میبرد و میگوید که این افراد دیگر کارمندان را مجبور به اعتصاب و آنان را تهدید کردند. این در حالی است که روز شنبه و یک شنبه هفته جاری کارمندان ریاست معرف هرات اعتصاب کاری کرده و رئیس این اداره را متهم به برخوردهای نامناسب و شانه‌خواری کردن از مسئولیت‌هایش کردند. روز شنبه و یک شنبه هفته جاری اکثریت کارمندان ریاست معارف هرات دروازه های اداراتشان را مسدود کرده و دست به اعتصاب کاری زدند. آنان رئیس معارف را به موارد گوناگونی متهم کردند. اما حالا روح الله ازهد رئیس معارف هرات به تلویزیون اصلاح حاضر شده و برخی دلایل این اعتصاب را افشا می کند. اونا کارمندان با تهدید از شعبات کشیدن آوردن به سن. هر کدام گفتن اگه تو نری بره تو بد میشه، حتی ورق رو پیش اینا بردن گفتن این ورق تو امضا کن، اگه نکنی بره تو بد میشه. و گزارشات از مدیرای مکاتب دارن که کسان رفتن به مدیرای مکاتب یا پیام دادن یا تماس گرفتن که تو اگر از رئیس حمایت کنی ما بره تو دسیسه جرم میکنیم. هزار یک موضوع دیگه برشان تهدید کردن. اعتصاب کنندگان روز یک شنبه ادعا کردند که تمامی کارمندان این ریاست در این اعتصاب حضور دارن و آنان از رئیس معارف ناراض هستند. ما نه، بلکه همه کادر رهبری معارف، مدیران عمومی ما، حتی شما یک ملازمه که بیبی معارف هست، شما پرسان کنیم که از دیروز که ما قطع علاقه با رئیس معارف کردیم ببینیم با او ارتباط داره. مگر ما به زور میتونیم این کار سر مردم انجام دیم؟ مگر ای که به دل کل کارمندای است مرکزی معارف هرات امروز به دلیل مشکلات که در ریاست معارف هرات و مشخصا در شخص رئیس معارف هرات وجود داشته دست به اعتصاب کاری زدند. اما رئیس معارف هرات ادعای این که همه کارمندان این ریاست در این اعتصاب حضور داشتند را رد کرده و میگوید در رأس این اعتصاب چند فرد مشخص است که کارمندان زیر دست خود را وادار به اعتصاب کردند و چون قرار است به زودی بستهایشان به اعلان برود نگران از دست رفتن وظیفهشانند. 5 نفر هستند که اینا رهبری میکنند و خیلی از مدیرها در جمع از اینا نیستند. به طور مثال آقای سروری، آمر تعلیمات عمومی، بسته از اینا 2 سال قبل به اساس فرمان رئیس صاحب جمهور برای خانمها اختصاص داده شده. اما اینا رفتن به کابل و اونجا فرمان تغییر دادن و عوض آمریت تعلیمات عمومی، آمریت انسجام و همانگی که یک آمریت بسیار ناچیز است و به زودی آمریت قرار از تشکیل حذف بشه، او را پیشنهاد کردن. اخیراً چون خبر شدن که دوباره این پست قرار پیشنهاد شده به ریاست جمهوری که این پست به اعلان بره، حال بعد از سپاه افتادن. با این حال آقای ازهد میگوید که اعتصاب خاتمه یافته و تاکید میکند که قرار نیست دیگر اعتصابی صورت گیرد و به گفته او هیئتی از مرکز کشور برای بررسی این موضوع به هرات آمده است و در حال حاضر روند کاری در ریاست معارف به گونه عادیش ادامه دارد.